اسپانسر این برنامه از توجه شما بینندگان گرامی سپاسگزار است. بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه، درود بر شما. من رضا گوهرزاد هستم و برنامه پویش را با همکاری کارگردان فنی برنامه بهروز مشکینیار به شما پیشکش میکنم. بی تردید گفتگوی امروز و برنامه امروز در مورد مسائل انتخابات آمریکا خواهد بود، ولی پیش از آن که به موضوع اصلی برنامه بپردازیم، جای آن دارد که در آغاز برنامه در گذشت خانم دکتر توران میرهادی، مادر آموزش و پرورش نوین و مدرن در ایران، رو به جامعه ایرانی تسلیت بگم. خانم میرهادی افزون بر این که مدرسه ای داشتند، یکی از بنیانگذاران شورای کتاب کودک بودند. شورای کتاب کودک 51 ساله شد. در ایران، در سرزمینی مانند ایران، اندیشیدن به این که چه کتابی برای کودک خوب است و چه کتابی را طبقه بندی کنیم برای چه سنی، شاید امروز برای ما بسیار درکش آسان باشد، ولی 45 سال پیش، خواستم بگم 45، بیدم که سال 45 ایجاد شده باشه، 51 سال پیش چنین کاری را در ایران کردند و شماری از نویسندگان کودک را پیرامون خود گرد آوردند. و اینکه طبقه بندی بکنیم که این کتاب برای چه رده سنی خوب است، برای چه رده سنی مفید است، کاریست دشوار. خانم میرهادی از کسانی بود که اعدام همسر او در سال پس از سال 32 موجب نشد که در خانه بنشیند. دریچه ای باز کرد به سوی آگاهی و به سوی مردم. نه تنها مدرسه ای به نام مدرسه فرهاد را با روش نوین آموزشی کشورهای غربی به ویژه فرانسه برای کودکان و نوجوانان باز کرد، مسئله شورای کتاب کودک با همکاری شمار بالایی از نویسندگان و سرانجام در سالهای گذشته، شاید 20 سال پیش، فرهنگنامه کتاب کودک رو منتشر کردند، گامی بزرگ بوده که در کشوری مانند ایران برداشتن اون بسیار دشوار بوده و باید نبود ایشان را به جامعه نگارش و تصویرگری کتاب و کار روی مسائل کودکان واقعا تسلیت گفت. خانم میرهادی همواره با اینکه در سن کهنسالی را میگذراند، تا لحظه‌ای که میتوانست گام برداشت، نه ایستاد و حرکت کرد. به یاد دارم که روزگاری که ما جوانتر بودیم، این شورای کتاب کودک برای بچه‌هایی مثل ما که در کانون پرورش فکری بودند، در واقع یک خانه دیگر و یا خانه دومی هم بود. صبح در کانون هفته یه بارم به اونجا سر می‌زدیم. نویسندگان شورای کتاب کودک، اینهایی که از بازآفرینی یک آینده بهتر صحبت می‌کردند، در روبروی دانشگاه، در یک کوچه کوچک، در یک طبقه دوم، یک ساختمان، یک خانه بود که میعادگاه نویسندگان و تصویرگران کتاب کودک و تمام کسانی بود که دل در گروه آینده کودکان داشتند. یاد خانم دکتر توران میرهادی گرامی باد. آثارش ماندگار خواهد بود، گرچه همواره اشاره کرده است هر آنچه من کردم به تنهایی نبوده و کار خرد جمعی بوده، هرگز چیزی را به نام خود سکه نزد، با اینکه بنیانگذار بود. تصویری رو خواهید دید از
مراسم وداع با ایشان در خانه هنرمندان برگزار شد. سپس برمیگردیم و برنامه رو با یکدیگر پی میگیریم. سه ثانیه بیشتر نبود، فکر نکنید که قطعش کردم. برای اینکه ایران ایران شود رنج دوران برده ایم، رنج بسیار برده ایم. این مسئله مبارزه نامش رو میخواییم بذارین، کوشش میخواییم نامش رو بذارین، کنشگری میخواییم نامش رو بذارین، دغدغه بزرگ نویسندگان، شاعران، کنشگران سیاسی، کنشگران زنان برای این بوده که در آینده بهتر مردم ایران زندگی کنن. اگر من امروز در اینجا هستم، وامدار کسانی هستم که در دوران نوجوانی و کودکی همین مسیر را برای آموزش ما طی کردن. روز روزگارشون روزگاری بوده دشوار، روزگاری که با سختی‌ها روبرو شدن و امروز جامعه سپاسگزار اونها خواهد. خب برویم سر انتخابات آمریکا. در آمریکا انتخاباتی برقرار شد که نتیجه‌اش شاید برای نه تنها آمریکا، برای جهان مانند یک زلزله سیاسی بود. چه چیزی اشتباه شد؟ چرا به اینجا رفتیم؟ چرا به اینجا رسیدند؟ در هفته گذشته در برنامه در مورد اینکه پوپولیسم و نئولیبرالیسم چگونه در جامعه حرکت میکنه با یک مهمان گفتگو کرده بودیم، ولی امروز با مهمان دیگر در مورد اینکه این پوپولیسم چه کرد، چه خواهد کرد و انتخابات به کجا رفت گفتگو میکنیم. آقای دکتر کاظم علمداری، نویسنده و پژوهشگر و تحلیلگر، مقاله بسیار مفصلی در تارنمای ایران امروز دارن به اسم پیروزی پوپولیسم راست در آمریکا، یک تراژدی. کوشش خواهیم کرد بر معیار و مبنای این کار و محور این کار حرکت کنیم و باز کنیم بیشتر که در انتخابات روز سه‌شنبه‌ای که گذشت و آمریکا رئیس جمهور 45 خودش رو به آقای ترامپ داد، نه به خانم کلینتون، از چه مسیری رد شد؟ جز اینکه یک انتخاب بود، 4 سال آینده در کدام مسیر گام خواهد برداشت؟ چه تأثیری بر روی مسائل داخلی آمریکا خواهد بود؟ چه تأثیری بر روی مسائل خارجی بیرون از آمریکا خواهد بود؟ و تا آینده بسیار دور حتی چگونه همین انتخاب مسائل بسیاری رو رقم خواهد زد؟ آقای دکتر خیلی سپاسگزارم که حضور در برنامه دارین و خوش آمدید. خواهش میکنم، خیلی ممنون که من رو دعوت کردید و سلام میکنم به بینندگان. خب آقای دکتر، اگر بخوایم نخست برای اینکه آشنا بشن، ما اینقدر از این واژه پوپولیسم استفاده میکنیم، در چند ماه گذشته هم بهش اشاره کردیم، ولی باید همیشه فرض کرد که بیننده برنامه برای نخستین بار است برنامه را میبیند و برای نخستین بار است با این واژه پوپولیسم سیاسی که منجر به پیروزی آقای ترامپ شده آشنا میشه. اگر ممکن است باز کنین برای مقدمه برنامه. بله، من پوپولیست رو به عوام‌گرایی ترجمه کردم و البته در ادبیات سیاسی ایران همون پوپولیسم به کار برده میشه. بله. نیازی هم شاید نباشه به ترجمه، ولی اگر بخوام معادل فارسی اون رو پیدا بکنیم میشه عوام‌گرایی. پوپولیسم هم راست هست هم چپ هست و میدونیم که در خیلی از کشورها، از جمله کشور خود ما، جامعه ما، انقلاب 1357 به رهبری آیت الله خمینی یک جریان کاملا پوپولیستی بود ولی چپ، و در ونزوئلا همینطور یک جریان پوپولیستی و چپ، در آلمان زمانی که هیتلر به قدرت رسید پوپولیسمی بود که به راست منتهی شد، و در آمریکا در حال حاضر همین عوام‌گرایی یا پوپولیسمی که آقای دونالد ترامپ رهبری کرده یک پوپولیسم راست هست که مسیرش میتونه به جاهایی منتهی بشه که برای آینده کشور و همینطور جهانیان
خطرهایی رو به همراه داشته باشه. همونطور که در موارد هم چپش هم راست، زمانی که مردم تابع رهبر پوپولیست یا شعارهای پوپولیستی شدند، پیامدهای اون رو در نظر نگرفتند. پوپولیست ها معمولا میان از اون چیزی که در جامعه هست خیلی سیاه نمایی میکنند، انقدر بد میگند که مردم باور میکنند که این وضعیت قابل تحمل نیست و وعده های طلایی میدن که میتونن همه مشکلات مردم رو حلش بکنن. بنابراین شما این دوتا رو در کنار هم و در برابر هم که قرار بدید، میبینید که خیلی از ذهنیت ها میتونه فریب بخوره و آن چیزی که خودش در زندگی تجربه کرده و میبینه رو نادیده بگیره و تابع شعارهایی بشه که اون فرد پوپولیست به دلیل کرکتری که داره، شخصیتی که داره، قرار بگیره و باور بکنه که اوضاع خیلی بد هست و نیاز هست که تغییر پیدا کنه. و تغییر هم اصلی است که به خصوص در جوامعی مثل آمریکا خیلی خواهان داره، همه دنبال این هست که یه تغییر ایجاد بیفته. فکر میکنن که این تغییری که مثلا دوره اوباما اتفاق افتاد کافی نیست، باید تغییر خیلی بزرگتر اتفاق بیفته. اگر شما همین وضعیت کنونی آمریکا رو نگاه بکنید، دوره 8 ساله آقای اوباما یکی از دوره‌های بهترین در آمریکا بوده. بهترین به این دلیل که در 2008 وقتی آقای اوباما انتخاب شد، جامعه آمریکا به خصوص اقتصاد آمریکا و ورشکستگی کامل داشت، در حال انفجار بود. بله، یعنی خیلی از بانک‌ها در حال ورشکستگی کامل بودن، خیلی از کمپانی‌های بزرگ از جمله 3 کمپانی اتومبیل سازی که به طور تاریخی نمادی است از تحول صنعتی در جهان و اولین بار در جهان این اتفاق افتاده، اونها در حال ورشکستگی بودن و اوباما تونست اون وضعیت رو دگرگون بکنه. حتی ای دکتر، از دورانی که رئیس جمهور نشده بود، یعنی اوباما از روزی که انتخاب شد، اون 71 روزی که یا 72 روزی که تا بره وارد کاخ سفید بشه، در همون دوره دوران انتقالی که مقام رسمی نبود ولی از پیشگیری کرد از همین ماجرای سقوط بانک ها، سقوط این کمپانی های ماشین سازی. دقیقاً همینطوره. شما اگر استاک مارکت رو، بورس، بازار بورس نگاه بکنید، اونا آینده رو نگاه میکنن، درست. حال رو نگاه نمیکنن. از همون روزهایی که آقای اوباما انتخاب شده بود و برنامه‌اش رو تجزیه تحلیل کرده بودن و کسانی که در کابینه حدس میزدن که شرکت بکنند، نشاندنده یک تغییر تحولی بود که در دوره قبلش، در دوره بوش، اون تغییر تحول منفی بود، برعکس بود. بنابراین همونطور که شما به درستی میگید، در زمانی که انتخابات پایان پذیرفت، قبل از اینکه آقای اوباما به کاخ سفید بره، این دگرگونی ها دیده شد. و جالب این است که شما نگاه میکنید میبینید که آقای اوباما در اون انتخابات 2008 بزرگترین آرا رو در تاریخ آمریکا به دست آورده، یعنی نسبت به جمعیت آمریکا بزرگترین رأی رو آورده بوده. و در دور دوم البته آراش کم شد، ولی باز هم آرای بسیار بالا بود و در هم در سطح آرای عمومی و هم الکترال کالج هر دو برنده خیلی بالایی بود و پشتوانه‌ای داشت که به خصوص نسل جوان با اون خیلی رابطه برقرار کرده بود، با خواست‌ها و شعارهایی که داده بود خیلی رابطه برقرار کرده بود و تونست در دوره 8 ساله اقتصاد آمریکا رو دگرگون بکنه. در اون زمان بیکاری 10% بود، امروز شما بیکاری 4.9% دارید، حتی در برخی ایالت‌ها 13.5% بود، یعنی میانگین و معدلش بالای 10% بود. این خیلی مهمه، چون خیلی به ایالت خودشون نگاه میکنن میگن نه، ما همچین چیزی رو ممکن نه، حتی عدد 13% داشتیم در ایالت‌های میانی آمریکا. بله همینطوره، نه تنها عدد 13% در بیکاری در بعضی از گروه‌های اجتماعی مانند زنان سیاه بسیار بالاتر از 25% بوده. درسته. بنابراین شما میتونید همه اینا رو با هم دیگه جمع بکنید، متوسطش نگاه بکنید، ببینید که بالای 10% بیکاری وجود داشته، آقای اوباما رو آورده به زیر 5. همونطور که گفتم شاخص بورس داو جونز که 6700 تا به 6700 تا و امروز بالای 18000 تاست. و خب اینا دستاوردی است که در دوره آقای اوباما در داخل آمریکا اتفاق افتاد. در سطح جهانی هم آمریکا از میلیتاریسمی که نظامیگری مطلقی که در دوره بوش به خصوص آدم‌هایی مثل چینی، معاون او و رامسفیلد وزیر دفاعش
نمایندگی میکردن. دیدگاهش این بود که جهان رو میشه کنترل کرد با بکار بردن نیروی نظامی، به خصوص در خاورمیانه که تصور میکردن که گرایشات متفاوتی وجود داره و سمت سوی آمریکا رو ندارن. نه، میخواستن در اونجا دیگرگونی ایجاد بکنن، دیگرگونی نظامی ایجاد بکنن که نتیجه‌اش هم میدونن فضاحت کامل کشیده شد. خب همین رو آقای اوباما عوض کرد و در دوره گذشته حتی امکان سعی کرد که ارتش آمریکا در جای درگیر نشه، برعکس آن بخش از نیروی نظامی آمریکا که در افغانستان و عراق بودن رو بیرون بکشه. که اینها همه رو که نگاه بکنید ببینید که آقای ترامپ هر یک از این موضوعات رو، از جمله مسئله بهداشت عمومی رو، مسئله بیکاری رو، همین رو تغییر داده. و مثلا شما اگر به درستی اشاره کردید، در بعضی از ایالت‌ها بیکاری 13% هم بود، امروز هم اینا پیدا میکنید در این گوشه از آمریکا میگن بیکاری 50% اصلا، یک ارقام وحشتناک ارائه میدن که واقعیت نداره. ولی نحوه ارائه این به خصوص از تلویزیون به اون جستی که آدم داره میگیره که فکر میکنن که او داره میاد که بخواد دولت فدرالی که مسئول تمام بدبختی ها و مشکلاتی که تا به حال تجربه کرده رو عوض بکنه، بو اعتماد میکنه. آقای دکتر، در اینجا من سخنتون قطع کنم، یک مشکلی که به نظر من دموکرات ها همیشه لیبرال ها دارن ولی جامعه از اون استقبال نمیکنه، این هستش که برخلاف محافظه‌کارا و این حتی این داستان دیگه، این نوع از پوپولیسم یا دیال پوپولیسم راست، وقتی حمله نمی کنن به اون بخشی که از دست، یعنی هرگز آقای اوباما در و کابینش در 8 سالی که بود نیامد هر روز بیاد بگه که آقا این بدبختی که میکشین از دوران آقای بوشه، این جنگی که دارین از این دورانه. به نظر اومد که یک قطع تاریخی وجود داشته، آقای اوباما بعد از آقای کلینتون آمده، اصلا در این وسط 8 سالی وجود نداشته و تمام گناه این 8 سال افتاد رو گردن و دموکرات ها هرگز به شبیه اونا حمله نکردن. فراتر از این، البته در ارتباط با مسئله که شما اشاره کردید بگم که به خاطر اینکه جمهوری‌خواه‌ها بیشتر ایدئولوژیک هستند، محافظه‌کاران یه ایدئولوژی دارن که تلاش میکنن تمام سیاست‌ها و برنامه‌ها رو بر بستر اون ایدئولوژی و مطابق با اون، به خصوص کلیسای محافظه‌کار انگلوساکسون با اونهاست، منطبق بکنن. و یکی از دلایل این است که اونها خیلی ایدئولوژیک هستن، اینور ایدئولوژیک نیست، لیبرالیسم باز است. لیبرالیسم تلاش میکنه که خب الان تجربه هم کردیم در دنیا، بر بستر حقوق بشر حرکت بکنه، بر بستر جامعه مدنی حرکت بکنه، بر بستر رعایت حقوق اقلیت ها حرکت بکنه، نمیتونه ایدئولوژی داشته باشه. این باز بودن در اقتصاد هم هست، در سیاست، در فلسفه، در فرهنگ، در هنر، همه جا هست. این یکی از مسئله است که به شما به درستی اشاره کردید. نکته دوم این است که تمام خدمات خانم کلینتون رو در 30 سال گذشته اینا تبدیل به یک پدیده سیاهی کردند، در حالی که میدونیم که برعکس این بود. درست است که ممکن است انتقاداتی نسبت به سیاست خارجی خانم کلینتون در دوره 4 ساله که وزیر امور خارجه بوده وجود داشته باشه، که حتما داره، هر کسی در عرصه عمل باشه انتقاداتی هم بهش وارد است. ولی تلاش کردن از روزی که از 30 سال گذشته که خانم کلینتون یک فعال، یک کوشنده حقوق بشر بود، مدافع حقوق کودکان بود و در عرصه عملی هم در ایالت‌هایی که تبعیض نژادی خیلی بالا بود مثل آلاباما او رفته بود و در اونجا به طور به اصطلاح پنهان که میخواد مطالعه بکنه، نگاه بکنه و نشون بده که تبعیض نژادی در این ایالت‌ها چقدر بالاست و بخواد از طریق اون وارد عرصه سیاست بشه و از قدرت سیاسی، نیروی سیاسی استفاده بکنه، یه بالانسی در جامعه به وجود بیاره. بعدش هم وکیلی بوده، باز مدافع حقوق زنان، و در سالهای بعد هم همطور زمانی که در کاخ سفید به عنوان بانوی اول مملکت بود تلاش کرد که برای حقوق زنان قوانین جدیدی وضع بکنند و خودش در کنفرانس پکن که شرکت داشت به عنوان نماینده آمریکا اعلام کرد بود که حقوق زن برابر است با حقوق بشر. اگه کسی
معتقد به اصل حقوق بشر هست که از مصوبات سازمان ملل هست. حقوق زن هم بخشی از همین است، نمیتون نادیده بگیرید. و عملا در تمام کشورهای جهان من جمله آمریکا نابرابری زنان رو مورد چالش قرار داد و در همون زمان تلاش کرد که قوانینی وضع بکنه، از موقعیت خودش در کاخ سفید استفاده کرد، قوانینی وضع بشه به نفع حقوق زنان و شرکت کرد عملا در جاهای مختلف. و همینطور در حوزه بهداشت عمومی، اولین برنامه بهداشت عمومی رو، بیمه بهداشت عمومی رو خانم کلینتون بله با مثلا برنامه خیلی خوبی ارائه داد، ولی کمپانی های بزرگ بیمه و بخشی از دکترها و ریپابلیکن ها البته جمهوری خواه ها به شدت در برابر اون، چون می دونستن منافع اقتصادیشون هم مثل وضعیت کنونی به خطر می افته، در مقابلش ایستادگی کردن و اون رو به شکست رسوندن. همین رو شما نگاه می کنید می بینید که خانم کلینتون پرونده بسیار مثبتی داشته و ریپابلیکن ها به خصوص ترامپ تونسته اون رو وارونه بکنه، تبدیل به یک پدیده سیاهی بکنه. و همین کافی بود که بسیاری از کسانی که تمایل داشتن به خانم کلینتون روی برگردان بشن. درست. آقای دکتر اگر همینجا یه ایستی بکنیم، ببینید پیروزی ترامپ یک سو هست، شکست خانم کلینتون سوی دیگر هست. یعنی دلایل شکست خانم کلینتون بسیار گسترده است. پیروزی آقای ترامپ نشستن بر اون مشکلاتی است که خانم کلینتون رو برای نخستین بار در آمریکا، انتخابات آمریکا هرگز بر محور این نرفت که آینده اقتصادی که این کاندیدا داره چیست، آینده سیاسی که این کاندیدا داره چیست. تمام این از ماه جولای که از همایش دو تا حزب برگشتن فقط روی این شد که ایشون این ایمیلاشو چرا اینجوری کرده، این ایمیل اینطوری بوده، این ایمیل اینطوری، چرا از ایمیل شخصی انتخاب استفاده کرده. وقتی شما به تارنمای آقای ترامپ میرفتین یا تارنمای خانم کلینتون این مقایسه رو میتونستین ببینین، ولی مردم عادی با این روبرو نمیشه. مردم عادی رو صفحه تلویزیون ها رو نگاه میکردن، صفحه تلویزیون هم بیشترین چیزی که میدیدن منفی بود. حتی در تلویزیون های لیبرال بخش سخنرانی آقای ترامپ عمده میشد که نکته منفی بود. دقیقا همینطوره. من در صحبت های شما چند نکته هست که دلم میخواد که یه نکات دیگری من هم بشه اضافه بکنم. نخواست این که انتخاب ترامپ به معنای اینکه او رأی اکثریت مردم آمریکا داشت نبوده. من در مقاله اشاره کردم که او از دو کاندیدای ریاست جمهوری دوره های قبل، آقای میت رامنی و آقای جان مکین، رأیش کمتر، رأی مطلقش کمتر بود. درسته. یعنی شما با توجه به میزان جمعیتی که رشد کرده، او هم از میت رامنی که شکست خورد و هم آقای مکین که شکست خورد رأی کمتری آورده. و در همین دوره هم حتی میبینید که رأی عمومی خانم کلینتون 395,000 بالاتر از ترامپ است. بنابراین ترامپ را بگیم که در شرایطی انتخاب شده که جامعه نسبت به کاندیدای دموکرات ها خانم کلینتون روی خوش نشون نداده. به درستی شما اشاره کردید که این دو تا پدیده رو، شکست خانم کلینتون در این انتخابات و پیروزی ترامپ رو، یه مقدار از هم جدا بکنیم. یه میشه ولی این کار کرد. و در اون بخشی که شما از پیروزی ترامپ صحبت میکنید هم باز یه عامل وجود نداره. درسته. عوامل مختلفی درگیر بوده. من میخوام تقاضا کنم شما به شکست خانم کلینتون اول بپردازید، چون میشه به ترامپ پیروزیش و پیاینده جهانیش پس از اون در پی هم دیگه پرده. خانم کلینتون به باور من، خب حالا شما بیشتر باز خواهید که، به نظر من یکی از دلایلی که شکست خورد این بود که ارزیابیشون از شرایط جامعه نادرست بود، از عددهایی که در این آمارسنجی ها می اومد و ایالاتی که باید در نظر می گرفتن در اونجا تلاش کنن نادرست بود. برای همین روی حسابی کار کرده بودن، سه ایالتی رو که فکر می کردن برنده هستن و اینا 66 تا الکترو کالج داره، رو اینها رو برنده حساب کردن برای خودشون. موقعی فهمیدن که عقبن که دیگه دیر بود، یعنی سه روز مونده بود به این انتخاب. و دیگر اینکه به هر حال در مورد مسئله چپ آمریکا، اینکه رأیم را نمی دهم یا رأیم بسیار مقدس است به دیگری میدهم، اختلاف ها رو به وجود. من خواهش هم نیست که شما باز کنید که شکست خانم کلینتون به چه مسائلی بستگی داشت. بله. که بیشتر باید بریم رو پیروزی ترامپ. بله، ببینید شما درستی اشاره کردید، یه مقدار ارزیابی خود دموکرات ها نادرست بوده و اونم ارزیابیشون بر اساس
نظرسنجی هایی بود که توسط نهادهای نظرسنجی ارائه میشد، نظرسنجی های چپ و راست و نه یکی نه دو تا ده ها گروه و نهاد نظرسنجی در مدت به خصوص ماه‌های آخر، سه ماه آخر در به نظرم در سراسر رقابت انتخاباتی نشان میدادن که خانم کلینتون جلو هست، ولی میزان این جلو بودنشون فقط عوض میشد. در روزهای آخر یا در هفته آخر علارغم اون وضعیت که پیش آورد آقای کامین، جیمز کامی FBI. رئیس FBI اون ضربه نهایی رو به نظرم وارد کرد، باز خانم کلینتون حدود 3-4% پوینت بال جلو بود. یعنی آقای کامی از ایشون رو از 9-10% کشید به 1-2%. بله. و این خیلی در انتخابات تنگاتنگ. و این اثر گذاشت روی به خصوص زنان ریپابلیکن تحصیل کرده دانشگاهی که قصد کرده بودن به ترامپ رای ندن و به خانم کلینتون رای بدن، به خصوص در ایالت تنگ کننده پنسیلوانیا که شما بهش اشاره کردید 20 پوینت هم داشته، در اونجا بیشتر رای داشته و الکترال داشته، خیلی مهم بود که اونها بمونن و این ضربات باعث شد هفته آخر اونها قطع امید بکنن برگردن طرف ترامپ. ولی همینجا شما به درستی اشاره کردید به نقش چپ. ببین چپ به نظر من خیلی دورنمای آینده رو نگاه نکرده، در لحظه نگاه کرده و فکر نکرده اگه ترامپ بیاد چه اتفاق میفته. آقای ژیژیک اصلا میگه که بذارید ترامپ بیاد، مثل این مثال فارسی ما، خرابی چون که از حد بگذرد آباد میگردد، میگه بذارید ساختار آمریکا سقوط بکنه پس بهتره به ترامپ رای. درست شعاری است که کمونیست ها سوسیالیست ها در زمان انتخاب هیتلر دادند. من اون تصورشون همین بود که هیتلر میاد اوضاع رو خراب میکنه و ما به قدرت میرسیم، مردم عاجز میشن و نمیدونستن که وقتی خراب میکنه ویران میکنه، از جمله خود اونها رو ویران کنند. انقلاب بهمن 57 هم مشابه شد تا اندازه‌ای. بله. اینا چیزای تکراری هست و یه آدمی مثل جیجاک که مثل فیلسوف هست میاد این حرفا اینجوری میزنه، یه دل گول میزنه، یه دم فکر میکنم خب این فیلسوف بزرگی هست و مثلا داره که یه چیز شعارهای عجیب و غریب هم پشتش هست، اونها رو ندیدن. و جالب این است که شما نگاه میکنید چپ آمریکا یا نیروی مترقی آمریکا درست بعد از روز انتخابات تازه بیدار شد و تو خیابون داره تظاهرات میکنه. آره الان تظاهرات 5 روز ادامه داره، همه شهرها وارد بسیاری از اینها رو یکشون مصاحبه کرده، من نمیخوام زمان رو از دست بدیم، با یکی از این کسایی که در تظاهرات بود در پنسیلوانیا باهاش مصاحبه میکنه. به این دختر خانم میگه که شما چی فکر می‌کنی به کی رأی دادی در اون روز؟ میگه من به خانم جیل استاین رأی دادم. میگه خب الان شما در تظاهرات هستی. میگه من نتیجه انتخابات رو قبول ندارم. یعنی این دختر با اینکه دانشجو هست، تحصیل کرده هست، نمیتونه دو تا چهار تاش یه جا قرار بگیره که خب من در پنسیلوانیا رأی ندادم. بله. و در پنسیلوانیا این خانم رأی کم آورد. بله. ببینید یه تئوری در جامعه شناسی هست، کلکتیو بیهیویر. بله. مثلا رفتار جمعی. وقتی این رفتار جمعی را بیفته مثل بهمنی هست که همجوری میگرده بزرگتر و بزرگتر میشه. خیلی از این چپ ها که خب دنبال این بودن که آقای سندرز، سناتور سندرز پیروز بشه نشد، لج کردن و این لج کردن که به خانم کلینتون رای ندن، به کاندیدای حزب دموکرات رای ندن، تبدیل به این شد که عملا به ترامپ رای بدن. این تو رقابت دیگه، من تو که اشاره کردم آقای ترامپ رای نیورده، رای خانم کلینتون اومده پایین. یعنی من به یه مثال سادهش میگم که رای درست مثل پولی میمونه که شب ساعت 8 اعتبارش از دست میده، یعنی فردا نمیشه خرجش کرد. وقتی شما استفاده ازش نکردین از بین رود. برای اینکه بریم به سوی آقای ترامپ، فقط شما به یه نکته اشاره کردین، اگه باز کنین این نکته رو خوب میشه، من دلم میخواد باز کنین، چون به آقای سندرز اشاره کرد. رهبر خوب این است که بتونه جنبش رو تا پایان پیش ببره. بله. ولی آقای سندرز جنبشش رو رها کرد در اون جایی که انتخاب نشد. اجازه بده قبل از اینکه به این موضوع بپردازم یه اشاره هم به نقشی که حزب سبز ایفا میکنه بکنم. البته این دوره تعیین کننده نبود، ولی همین 1%شون در 4 ایالت تاثیر داشت. 1% و 1.2% رأی آوردن. ولی نکته این نیست، نکته این است که سالیان دراز هست که حزب سبز نماینده کاندیدای مستقل میده و شکست میخوره و گاهی هم مثل دوری در سال 2000 نقش مخرب بازی میکنه. بله. یاد نمیگیرند که شما که نمیتون رئیس جمهور بشید، که چرا برای یه پوزیشن موقعیت و مقام ریاست جمهوری ران میکنید؟ آخه شما برین در سطح محل نماینده ایالت محلی بشید،
در شهرهای کوچکتر شهردار بشید و به از اون طریق پایه درست بکنید برای خودتون، بر اساس یک پایه مستحکم توده‌ای بیان برای سنا کاندیدا بشید، بیان برین گوشی از حزب دموکرات هم که آقای سندرز به درستی انجام داد بگیرید و به چپ بکشونید. وقتی مستقل رأی کاندیدا میدید و میدونید مطلقا میدونید و تجربه کردید بارها که موفق نخواهید بود، چرا که به بالاترین مقام میخوام برسید ناگهان از هیچ میخوام برسید به بالاترین مقام، خب شکست میخورید و دیگران هم به شکست میرسونید و یک بخش زیادی از جامعه رو مرعوب میکنید، یک بخش از جامعه رو ناامید میکنید و نتیجهش این میشه که حالا یک در دوره 2000 رأیتون 130,000 رأی در فلوریدا تبدیل شد به شکست آقای الگور و نتیجه 8 سالش رو دیدید. این تجربه سیار بزرگ تاریخی است که امروز هم تلاش کردید که همین خانمی که باش مصاحبه کردن به خانم جلستن در رأی داده قانع بکنید به کلینتون رأی ندین که او انتخاب نشه و میدونید خانم جلستن رأی انتخاب نخواهد شد، یعنی عملا به ترامپ کمک کردید. من میگم چون از باید ازشون پرسید چرا درس نمیگیرید از این تجربتون و بفهمین که اگر قرار هست موقعیتی داشته باشید سیاست رو در آمریکا عوض بکنید، برید در سطح محل و بتونیم پایه های تودی درست بکنیم. این نکته بود که میخواستم در مورد حزب گرین یا حزب سبز بگم. این آخه این سیستم آمریکا بعضی اشتباه میکنن، با سیستم اروپا متفاوت است. سیستم سیاسی اروپا پارلمانی هست، یعنی حزب سبز میتونه نماینده پیدا کنه، 5 نماینده پیدا کنه. در سیستم ریاستی در آمریکا چنین فرصتی نیست که حزب سبز بتونه موقعیت پیدا کنه، برای این فقط میتونه به شکست کمک بکنه. خب این یه نکته. برگردم روی پرسش که شما طرح کردید آقای سندرز. بله، چون یک رهبر سیاسی باید جنبش رو تا پایان ببره. نقص خانم کلینتون مشخصه، در شرایطی که کشور در جنبش به سر می‌برد باید ایشون هم از روز برگزیده شدنش در ماه جولای با همکاری آقای سندرز یک جنبش رو به پیش می‌برد، ولی این ماجرا یک ماجرای دو طرفه است. یعنی هم خانم کلینتون علی که تبدیل به جنبش نکرد با بهره برداری از آقای سندرز راه نادرستی رفته، هم آقای سندرز فقط اینکه یک بار دو بار بیاد و انتخابا شرکت کنه این جنبشی که میخواست پیش نبرد. بله، آقای سندرز به جنبش اشاره کرد و او به عنوان یه رهبری که در موی موقعیت به نظر مناسب و خوب، یعنی سناتور باقی مونده بود و تونست بر سکوی حزب دموکرات سوار بشه و تونست اونا رو به طرف به سمت و سوی شعارها و خواستهای مترقی بکشونه، در آغاز خودش اعلام کرد که این جنبش است و درست هم بوده، جنبش بود. از اون طرف هم ترامپ اعلام کرد یه جنبش است و خب در به دنبال این که ناموفق شد در درون حزب یه پوزیشن درستی هم گرفت و منتها دنبال نکردن دیگران. به هواداراش گفت که برین در صد محلی کاندیدا بشید، برین کاندیدای مجلس ایالتی بشید، برین شهردار کاندیدای از اونجا شروع بکنید. اونا گوش نکردن، راه افتادن دنبال خانم جلستین که برن باز رئیس جمهوری رو بگیرن. اگر به پیام درست سندرز گوش میکردند دنبال خانم جلستین نمیرفتن، میرفتن میگفتن ما چگونه میتونیم در فلان شهر کوچک شهردار بشیم، در فلان شهر کوچک یه نماینده بگیریم. شما نگاه بکنید در فلوریدا یه خانمی ویتنامی که مهاجرت کرده در اینجا در ویتنام بزرگ شده، فرار کردن از اونجا اومده اینجا، تونسته نماینده ایالت فلوریدا بشه. یا یه خانمی دیگری تندیول است در همونجا تونسته این کار بکنه. یه خانمی اهل فیلیپین که ویتنام بوده، دو تا پاش هم از در جنگ از دست داده سناتور شده. ببینید اینا چیزایی است که باید یاد گرفت که آقای حزب سبز هم از اینجاها باید حرکت بکنند و بتونن پایه درست بکنن تا بتونن برای مقامات بزرگتر رقابت بکنن. این کارو نکردن. آقای سندرز فکر میکنم که دیگه زورش به اینا نمیرسید، چون اینا به دنبال شعارهای سندرز اومدن و فکر کردن میتونن از سندرز استفاده بکنن. سندرز شعارهای سوسیالیستی داده بود، سوسیال دموکراسی داده بود و شعار مقابله با سرمایه‌داری و همینطور انقلاب سوسیالیستی، انقلابی که بتونه حالا به شکل انقلاب کلاسیک سوسیالیستی نباشه ولی انقلابی که تغییر تحول به وجود بیاد که ضد مثلا سرمایه‌داری باشه. اینا نیروهایی بودن که تا این حد آقای سندرز رو قبول داشتن.
از این بعد به بعد دیگه قبول نداشت. من برای اینکه از این جمله عبور کنیم و سخنان شما به یاد رویداد میندازه، باور کنیم من اونجایی که آقای سندرز در همایش حزب دموکرات چه شب اول صحبت کرد، چه شب دوم که رأی رو اعلام میکردن چه کسی میشه کاندیدا، من اونجا ایستاده بودم، به فاصله شاید 20 مترم نبودم با ایشون فاصله، یعنی ایشون در بالای سکو بود من پایین بودم، داشت سکته میکرد. چرا؟ هواداران ایشون که در حدود 1800 نفر در بین اون 4000 نفر در درون سالن بودن، حتی به حرف ایشون گوش نمی‌کردن. خانم الیزابت وارن رو و ایشون رو در موقع سخنرانی هو کردن. بله من فقط می‌خواستم به همین اشاره کنم. در درون اونجا. بله اینا هوادار سندرز نبودند. اینا هوادار خودشون بودند. می‌خواستن از سندرز استفاده بکنن و سندرز هم نمیتونست در چارچوب حزب دموکرات بیاد بگه خانم کلینتون نباشه من باشم. درست. به اون قوانی درون حزبی تن داده بود، یه آدم مستقل بود، اصلا عضو حزب نبود. درسته. ولی اونا پذیرفته بودن و خوب کردن که پذیرفتن. آقای سندرز هم خوب حرکت کرده بود که بتونه از توان و پایه تودی حزب دموکرات استفاده بکنه. بوده هوادارانش نفهمیدن باید چیکار بکنن. درسته. چون هواداران واقعی سندرز نبودن و به این تغییر و تحولات و پیشرفت‌های گام به گام معتقد نبودن. درسته. همونطور که گفتم خانم جلسی می‌خواست یه دفعه رئیس جمهور بشه، باید مثلا 1% یه دفعه رئیس جمهور بشه، با اون هوادارا هم فکر نکردن از این بپرسن خانم چگونه ممکن است شما یه دفعه رئیس جمهور بشی، که اینکه نمیشه که، پس یه فکر عملی بکنید. فکر عملی همون بود که سندرز بهشون گفت و اینا دنبال نکرد. برویم سر آینده، چون زمان کمی داریم، آینده جهان و آمریکا با روی کار آمدن آقای ترامپ در امور مسائل داخلی. اول در امور مسائل داخلی همین چند روز گذشته نشانه های بسیار منفی هست علیه رسانه ها، دوباره حرفای بد زده، تبلیغ کرده. شما میدونید که یکی از کارهای پوپولیستی که آقای ترامپ کرد بد نما کردن میدیا بود، رسانه ها بود، و تلاش کرد که بگه اینا فاسد هستن، در حالی که میدیا دامن رو داشتن در خدمت ایشون بوده. همون صحبت هایی بعد بیرا علیه میدیا میداد، یک ساعت سخنرانی رو پخش میکرد میدیا، ولی او در همون سخنرانی علیه میدیا که داره سخنرانیشو، رسانه ها که داره سخنرانیشو پخش میکنه، حرفای رکیک میزد. خب این اشتباه رسانه های بود که رسانه های بسیار مستقلی بود یا رسانه های دموکراتیک بود که بهش بگن خب بسته دیگه، تا اینجا ما تو رو حمایت کردیم و مثل یک میدیا دموکراتیک و تو هم به عنوان یک کاندیدای دموکراتیک ما رعایت حقت هم کردیم، ولی تو دامن داری ما رو بد میکنی. همون کاری رو با خانم کلینتون کرد. ببین دائما این میدیا تکرارش کرد، اکو کردین رو. درست. خب این خیلی اشتباه بزرگی بود که میدیا مرتکب شد. امروز متوجه شده میدیا، چون اگه صبح برنامه‌های امروز تلویزیون رو نگاه می‌کردین که همه‌شون به این نتیجه رسیدن که اشتباه کردند و نتونستند نقش میدیا رو به عنوان اینکه واقعیت منعکس بکنه ایفا بکنن و افتادن به دام پوپولیسم ترامپ که توده ها جمع کرده، توده ها رو، و بخوان اونها رو تواشون داشته باشن، چون بخشی از میدیا رسانه ها بیزینسه. درسته. و نگاه میکنه که ترامپ 10,000 نفر اونجا جمع کرده و اگر اون رو نشون نده ممکنه بیزینسش از دست بده. درسته. و رقابت هم با هم دیگه میکنن. باید من میکنم که ترامپ در سطح داخل به هیچ برنامه نداره، برنامه نفی دستاوردهای آقای اوباما رو اعلام کرده، مثل بیمه درمانی، مثل بیمه درمانی جاش میگه من یه چیز خیلی خوب میذارم، ولی نگفته، حتی یه جمله هم نگفته یه چیز خیلی خوب چی هست. این 20 میلیونی که صاحب بیمه شدن رو تو میخوای حذفش بکنی؟ البته اخیرا گفته حذف نمیکنم، بعد از اصلاح میکنم. البته به نظر میاد که کم کم کسانی که دورش دور و بر او هستن بهش حالی میکنن که این کاری که دارن کردی برای انتخاب شدن بود. از این بعد تو رئیس جمهور هستی، تو نماینده کشور بسیار بزرگ 320 میلیونی هستی و در سطح جهان انتظار دارن تو عنوان رهبر جهان بشناسن، و اون این نیست که دور میگی. و تلاش میکنن اصلاحش بکنن، با رئیس مجلس که ریپابلیکن هست پول راین صحبت کردن و او هم حرف خودش رو زد که ما در حال برنامه این از ترامپ هم فکر نمی‌کنم مثلا جزئیم. خب البته یه بخشی از شعارهای ترامپ و اینا کنترل خواهند کرد، ولی شخصیت رو نمی‌تونن کنترل بکنن. او یه شخصیت خودمدار، دیکتاتور، خودمرکز
و تابع مثلا وضعیت که اتفاق میفته یه فت ترمزش به قول ایرانی ها میبره بله. و کارهایی میکنه که نباید بکنه اون رئیس جمهور. آیا که تو از دست ندادیم زمان رو، چون داخلی معلوم نیست الان به کجا خواهد بله. کشید. دو تا مسئله خیلی مهم وجود داره، یکی مسئله برجامه و ایرانه و دیگری این مسئله سوریه و منطقه خاورمیانه است که اینا تقریبا به یه نوعی هم به هم پیوند داره برای اینکه مسئله ایران. این رو چگونه می‌بینین؟ آقای فارس که یکی از مشاوران ایشون در امور خاورمیانه است، یک لبنانی مسیحی لبنانی است، من در اون سفر دیدم ایشون رو. ایشون از مبتکران اینکه پاره می‌کنیم این رو هست، ولی در گفتگوش با بی بی سی انگلیسی من دیروز دیدم که میگفتش که اصلاحش میکنیم، نمیگفت بله. پاره میکنیم. ببینید خب اون وقت که گفت پاره میکنیم چون جبه ضد ایرانی رو میخواست دامن بزن رأی بگیره، خب این کار کرده، همون که میگم پوپولیس هم این کار رو میکنه. از اون طرف هم آقای خامنه‌ای گفت ما آتش میزنیم، نه اینا پاره کن ما آتش میزنیم. خب نه اینا پاره میکنن نه اون آتش میزنن، ولی همطور که اشاره کردید به طور سوری یه تغییرات ایجاد میکنن که بگم ما کردیم. به طور سوری سیاستشون رو با سیاست روزها منطبق میکنند، نه به طور سوری، به طور واقعی ببخشید، به طور سوری تغییراتی در ظاهر ایجاد میکنن ولی به طور واقعی سیاستشون رو با روزها هماهنگ میکنن در منطقه خاورمیانه از جمله ایران، که روزها متحد جمهوری اسلامی هست و در سوریه و در عراق همون کارهایی خواهند کرد که جمهوری اسلامی داره میکنه و روسا دارن میکنن. بنابراین اگرچه خیلی دقیق نمیشه گفت که سیاست خارجی ترامپ چی هست، چون هیچ نگفت راجع به سیاست، هیچ زمینه هیچ جز اینکه از پوتین تعریف کنه اون رهبر برجسته و بزنه سر مثلا رهبر خود آمریکا، سیاستی اعلام نکرده. بنابراین خیلی مبهم است که چه کار میخواد بکنه. یه بخش زیادی تابع واقعیتی خواهد شد که بر او تحمیل خواهد شد، این رو میشه فهمید. یه بخش زیادی چم این است که بخواد تمام منافع آمریکا رو فدای منافع روس‌ها بکنه، بخواد اینکه امتیازاتی در دوره کمپین انتخاباتیش از روس‌ها گرفته، ایمیل‌ها رو همراه با ویکی‌لیکس آسانژ بله اینا همه رو نگاه بکنید ببینید که او در حال یه چیزی به آقای پوتین بدهکاره. این دین باید جو ادا بکنه و البته من فکر نمی‌کنم که ریپابلیکن‌هایی که در کنگره در هم مجلس نمایندگان هم سنا هستند به دلیل کینه و دشمنی که با روسا دارن بذارن که او هر کار دلش میخواد بکنه. ولی همطور که اشاره کردم به دلیلی که او سیاست خارجیش رو اعلام نکرده و به دلیل باز شخصیت بسیار نامتعادلی که داره و میتونه دست به کارهای عجیب و غریب بزنه، ممکن است به همه تحمیل بکنه و روندی رو پیش بگیره که برای هیچ کس قابل پیش بینی نباشه. من اشاره کردم زمانی که هیتلر به قدرت، هیتلر از طریق انتخابات اومد در سال 1933 به قدرت رسید، نیروهای به اصطلاح مخالف اینجوری توجیه میکردن که خب عملا نمیاد خراب میکنه، ما به قدرت میرسیم. آقای ترامپ هم میتونه خراب بکنه و هیچ کس به قدرت نرسه، بیتالا اونا فکر میکنن به قدرت میرسن، نای خرابی رو دوم و مردم تا برن متوجه بشن یه سری از حقوقی تا اول داشتن رو از دست بدن، به خصوص نگرانی بسیار بزرگی که اقلیت‌های قومی دارن در اینجا، همون 11-12 میلیون مکسیکن تبار یا لاتین تباری که در آمریکا غیرقانونی هستند، مداری قانونی ندارن و میتونن پدر مادر از بچه‌هاشون جدا بشن، بچه‌ها اینجا بمونن، پدر مادر رو بعد مثلا بفرستن کشوری که اومدن و عملا باید بچه‌ها رو با خودشون ببرن، نمیتونن بچهای صغیرشو به اصطلاح اینجا بگذارن برن. نگرانی‌ها اینجوری زیاد شده و همین تظاهراتی که الان شما شاهد هستید 5 روز ادامه داره، 5 شب و روز اینا ادامه داره، امروز هم در شهر لس آنجلس ساعت 12 برگزار خواهد شد، نشان دهنده این است که ممکن هست. بعد از اون طرف هم شما میدونید درگیری ایجاد کردن کوکاس کلن ها، جریان بسیار خیلی ریسیست نجات پرست مسیحی انگلو ساکسون مسیحی که خودشون رو مرکز عالم میدونن، هیچ کس قبول ندارن، اونها مارش پیروزی گذاشتن برای خودشون. معمولا تو این مارش پیروزی اونها با مخالفین درگیری میشه و در یه شهر هم عملا درگیری شده، بخاطر این پلیس حمله کرد در اورگان، پلیس هم که حمله کرده به تظاهرات. خطر این است که ترامپ به جای اینکه همون سیاستی که آقای اوباما اتخاذ کرد و علارغم تمام مخالفت‌های سیاسی با اون کرد و اختلاف نظر داره، ما اعلام کرد که
منافع کشور مهم است. یعنی انتخاب شده بود باش همکاری کرد، کمکش کرد که منافع آمریکا رو حفظ بکنه. و اگر آقای ترامپ هم همون دیدگاه و همون نظریه رو نگرانش به کار بگیره، باید بیاد به این نیروهای نگران بگه که من حرفای زدم ولی تلاش میکنم که طوری دیگه عمل بکنم که شما ضربه نبینید، بتونه یک به اصطلاح هماهنگی در جامعه آمریکا به وجود بیاره و نگذاره که این تظاهرات تبدیل به تظاهرات ضدش بشه و عملا درگیری ایجاد بشه و احتمالاً درگیری مسلحانه هم خواهد شد، چون بخشی از این نیروهایی که آقای ترامپ نمایندگی میکنه این تیپی هم هستند. بله، به هر حال من برای بینندگانی که ممکن است که چون با این گفتگویی که من تازه با آقای علمداری داشتم، آقای دکتر ما در مقدمه نوشته شما در اسمان دیم به اندازه کافی وقتی که برنامه ریزی میکنیم خب برکت علاقمند هست بره مقاله رو من همینو میخوام بگم. ببینین گفتگویی که ما با آقای دکتر علمداری کردیم بر اساس این بود که پیروزی پوپولیسم راست در آمریکا یک تراژدیه. این آقای دکتر علمداری در این مقالهشون افزون بر مقدمه‌ای که بر مسئله باز کرده و تحلیلشون که دیگه مسئله این الکترو کالج چجوری کار میکنه، رأی عمومی چه معنایی پیدا میکنه، دلایل ساختاری پیدایش ترامپیسم رو یا این آقای ترامپ رو باز کردن و بعد مسئله اقتصادی رو که ایشون بر بستر اون نشسته، یعنی آقای اوباما بدترین میراث رو در دست گرفت و ایشون بهترین میراث اقتصادی در دست خواهد داشت، بر این نشسته پیامده اقتصادیش چی میشه، پیامده جهانی این مسئله به کجا خواهد رفت. من پیشنهاد میکنم دوستان برن به تارنمای ایران امروز و این مطلب رو بخوانن، بسیار راحت کمک میکنه که دو سوی ماجرایی رو که پیش آمده شکست و پیروزی رو با هم در بیاورد. در پایان برنامه پیش از اینکه از آقای دکتر خداحافظی بکنم، از دوستان اتاق فرمان تقاضا میکنم که این پیام برگزاری برنامه سخنرانی آقای امینی رو پخش کنن. آقای امینی و آقای دکتر اشرف و خانم سرشار برنامه‌ای دارن در دانشگاه UCLA، مدیر برنامه‌اش خانم سرشار هست، در مورد احمد کسروی به عنوان یک فرد با چهار شخصیت در یک کالبد به عنوان تاریخ پژوه، حقوقدان، زبانشناس و نظریه پرداز و مسته اجتماعی و دینی سخنرانی خواهد شد. آقای محمد امینی کتاب تازه‌شون رو اونجا عرضه می‌کنن، زندگی و زمانه احمد کسروی است، و آقای دکتر اشرف هم سخنرانی خواهند کرد. برنامه هم خانم سرشار می‌گردونن، در دانشگاه UCLA خواهد بود در دادهال. پس ببینید چون به برنامه آخر رسیدیم، می‌ذاریم پیام رو بذاریم پس از خداحافظی من و آقای دکتر علمداری. دکتر سپاسگزار از حضورتون. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون که من دعوت کردید. خوشحال هستم که در خدمت بینندگان بودم. مانند همیشه. خب بینندگان گرامی به پایان برنامه رسیدیم. من هم از شما به درود میگم تا درود دیگر. نگاه هم می‌کنیم به این آگاهی‌نامه برنامه دانشگاه UCLA که هفته آینده برگزار خواهد شد. روز روزگار 70 سال پیش زنده یاد احمد کسروی، نویسنده و تاریخ پژوه، زبانشناس، حقوقدان و مصلح دینی و اجتماعی در کاخ دادگستری در تهران به دست فداییان اسلام کشته شد. گناهش پرخاش به شریعت و خرافات بود. شنبه 19 نوامبر برنامه‌ای در بزرگداشت این مرد و به مناسبت انتشار کتاب زندگی و زمانه احمد کسروی از سوی آقای محمد امینی در دانشگاه UCLA برگزار خواهد شد. در این برنامه که به مدیریت خانم هما سرشار برگزار می شود، آقایان دکتر احمد اشرف و محمد امینی پیرامون زندگی و زمانه احمد کسروی سخن خواهند راند. شنبه 19 نوامبر ساعت آغاز برنامه 4 پس از نیم روز، اتاق 121 ساختمان دادهال در UCLA.
اسپانسر این برنامه از توجه شما بینندگان گرامی سپاسگزار است.